تندرو تهاجمی و موشک انداز طراحی شده برای حمله سری به کشتی های دشمن. اینها ویژگی شناوری است که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به بهره برداری رسید. شناور موشک انداز ذوالفقار. شناور ذوالفقار با یک طراحی جدید قدرت حمل موشک های دریایی کروز که می تواند قدرت تخریب بسیار بالایی را همراه داشته باشه. برای طراحی و ساخت شناوری که دارای سرعتی رویایی است از پیشرفته ترین و مدرن ترین فناوری روز دنیا استفاده شده. الان در نیروهای دریایی دنیا سرعت‌های بالای 35 نات هنوز به عنوان رویا تلقی میشه و حداکثر سرعت ناوهای آمریکایی 31 نات است. سرعت عمومی شناورهایی که توسط وزارت دفاع برای ما داره تولید میشه دو برابر سرعت حداکثری ناوهای دشمنان ما رو برخوردار هستند. ذوالفقار شناور گشت دریایی است و طراحی آن بر اساس حمله سری به دشمن و مجهز به موشک و تیربار است. می توانیم بگیم جز بهترین شناورهای رزمی در این کلاس با سرعت و قدرت حمله بسیار مناسب به اهداف مورد نظرش می باشه. تمام این ویژگی ها را وقتی کنار هم می گذاریم قدرتی مثال زدنی در دریا ایجاد می شود. نزدیک شدن این شناور به دشمن خاطره ناو ساموئل بی رابرتس آمریکا را در سال 67 در خاطره ها زنده می کند. اما شناور سراج یک، این شناور یعنی سراج یک علاوه بر داشتن تجهیزات دفاعی به انواع سیستم های مخابراتی و ناوبری دریایی الکترونیکی که ساخت متخصصان داخلی کشور مجهز. در کنار سرعت بالا برای مناطق گرم سیری طراحی شده و بدنه آن فایبر گلاس و به دست متخصصان داخلی در حال تولید و ساخت است. شناور راکت انداز و می تواند با سرعت بالا در وضع دریای مواج به خوبی حرکت کنه. هرچند بسیار سریع حرکت می کند اما در شرایط طوفانی دریا سرنشینان داخل آن شدت امواج را در هیچ شرایطی احساس نمی کند.